پرچالش‌ترین موضوع این مسیر نمره زبان هست که خودتون در جریان هستید. خیلی از بچه‌ها به خاطر این نمره زبانه کلا بیخیال مسیر مهاجرت میشن. من خودم واقعیتش یادم نمیره موقعی که شروع کردم به دقیقاً زبان سال 97 بود و تا سال 1400 کلن میدونید یه مقدار دور از دسترس شده بود برای من که آخرش به پیشنهاد شما که سویچ کنم به سمت پیتی من این کار رو انجام دادم و چقدر خوب بود برای من این پیتیه. یعنی منی که تو آیلتس به سختی شاید میتونستم نمره 7 بگیرم با سویچ کردم به سمت پیتی تو اولین گامم تونستم که نمره 8 دقیقت آزمون رو بگیرم و این خب امتیاز مهاجرتی که معادل 8 آیلتس میشه. آره من 81 گرفتم تو اولین گامم و خب این خیلی به من کمک کرد. ولی تو اون راند معروف 189 من زمانی که خودم یادم نمیره ولی اینقدر دغدغه پروندهتون رو داشتم چون میدونستم چقدر تلاش کردید. مرسی. رسپشن و ورودی شرکت خب یه نمیدونم چند تا دعوتنامه بود، خیلی زیاد بود اومده بود و خب ما دنبال افراد مختلف میگشتیم، هی اسما رو میدیدیم میگفتیم ای اینجوریه ای میدیدیم و اینا. خلاصه تو کل شرکت کلی خوشحال بودیم. بعد دوران کرونا بود، دعوتنامه گرفته بودیم، اما خب یهو با یه حجم خیلی زیاد و خوبی از دعوتنامه مواجه شدیم و من وقتی دعوتنامه 189 همسرتون رو که حالا اینجا با اجازهتون میگم رو شغل سیویل انجینیرینگ درافت پرسن همون نقشه که شما عمران صادر شد، من خودم به قدری صدام تو شرکت رفت بالا از شدت هیجان و خوشحالی که بچه‌ها گفتن چی که من بعدش دقیقاً بعدش هم یه لایوی رو برگزار کردیم که این خبر رو به کلینس هامون بدیم که خاطرم هست شما گفتید دای برنامه من همون تایم میگفتم نکنه این کاری برنامه داره میده منم و چون بچه ای آی داشتن تماس میگرفتن و این اطلاع میدادن. واقعیتش اینجا اختلاف طبقاتی به اون شکلی که تو ایران هست مطلقا اینجا نیست. حالا من خیلی نمیخوام که در حقیقت خیلی جزئیات بگم ولی واقعا من میدونید الان دارم مقایسه میکنم دیگه، اینجا هزینه ها دلاریه، درآمد هم دلاریه، ایران هزینه ها دلاریه، درآمد ریالیه، حتی یه سری هزینه ها اینجا هست که ایران خیلی گرونتر از اینجاست. من الان 4 ماه نیست اینجا، یه دقیقت یه ماشین خیلی خوب ژاپنی دارم که تو ایران مطلقا من اگه تا 20 سال دیگه هم کار میکردم اینو نمیتونستم بخرم. خب من یه خونه خیلی خوبی الان تونستم یه حالا اجاره کنم توش بشینم که تو ایران فکر میکنم یک ششم مساحت اینجا رو من به زور تونسته بودم بگیرم. خب من هنوز وارد نشدم، همین 4 ماه همه. برای همین بچه هایی که دارن میان اینجا، بچه هایی که شروع کردن پایدارتر و دقیقاً با انرژی بیشتر این کار انجام بدن، هر یک روزی که شما زودتر برسید اینجا واقعا شما رو خیلی میتونه جلو بندازه، یعنی میتونه یه زندگی جدیدی رو براتون رقم بزنه. اینجا تازه میفهمید که وقت استراحت چیه، اصلا ویکند چیه، شما روزای شنبه یک شنبه میتونید وقت بذارید برید برای خودتون تفریح کنید. اونقدر اینجا گزینه‌های تفریح زیادی هست، شما میتونید دقیقاً انتخاب کنید کجا برید، چجوری وقت بگذرونید، چطوری آرامش داشته باشید. ایران من نمیدونم بعد ما چیکار میکردیم، چقدر بعد راه میرفتیم که میرسیدیم به دریایی که خب میدونید شرایطش چطوره، چقدر حصار و کثیفی و آرامش نیست و اینجا. ولی خب 15 دقیقه من کنار دریا میشه. ببین من واقعیتش خودم موقعی که داشتم اقدام میکردم شنیده بودم که قبل اینکه اینجا بیام باید رو رزومه کار کنم و یه مقدار خب فرمت رزومه نویسی رو در حقیقت عوض کنم به سیستم استرالیا. من این کار رو نکردم، به خاطر این یه مقدار طول کشید که من بتونم که شروع کنم به اپلای کردن برای جاب و اینا. برای همین توصیه میکنم بچه هایی که تو این مسیر قدم گذاشتن یه مقدار از وقتشون هم برای این قضیه اختصاص بدن، حتی میتونن از همون ایران هم برای جاب اپلای دقیقاً برای اون شغلی که دوست دارن اپلای بکنن. صرفا کافیه به اون سایت های کاریابی که هست که آقای خدایاری هم اونجا به من معرفی کردن، ایندید و دقیقاً seek.com و بعد خود همون لینکدین هم که الان خیلی قوی شده، میتونن دقیقاً برن و ببینن. کافیه که اونجا دقیقاً اون شهری که دنبال دقیقاً کار هستن نگاه کنن بگردن و
اون شغلایی رو ببینن که داره الان براشون هی دقیقت تبلیغات میاد و اون شرایطش رو ببینن، نیاز به این هست که دوره ای رو بگذرونن، اطلاعاتشون رو کامل بکنن، میتونن از الان در حقیقت برای این قضیه برنامه ریزی کنن که قبل اینکه اینجا بیان حتی بتونن حتی اون جابشون هم بگیرن. هر بودن بچه هایی که از همون ایران حتی جلسه مصاحبهشون هم اسکایپی برگزار کردن و به محض اینکه وارد شدن وارد شغل مورد نظرشون شدن و خب خیلی زندگی راحت تری رو تونستن داشته باشن. تخم مرغ الان ایران من شنیدم 7000 تومنه، خب دونه ای درسته؟ 2 دلار میشه. تخم مرغ اینجا 40 سنته. خب یعنی که دلار 35000 تومنه. شما یه صفرش رو دلار میشه $35,000. شما فرمودید که الان تو بریزبین با توجه به تجربه‌ای که حالا تا به امروز دارید یه فردی کار نرمال داشته باشه چه درآمدی میتونه داشته باشه؟ سوالم خیلی کلیه ها میدونم، ولی آره آره ببین بچه‌ها اینجا میان، آره بچه‌ای که اینجا میان میدونید به قول خودتون درآمدها خب خیلی مختلفه. اگه وارد اون شغل اصلی خودتون بشید میتونید انتظار درآمدی بین $90,000 تا 178,000 دلار رو داشته باشید. میانگین 120,000 دلار رو میتونید در سال داشته باشید که ازش یه چیز حدود 35% کم میشه، خب به خاطر تکس و آرا اون بازنشستگی و حالا مالیات و فلان. یعنی شما میتونید روی این درآمد حساب بکنید. ولی بچه‌ای که میان معمولا کارا کژوال هم انجام میدن. کارا کژوال درآمدی که دارن از 24 دلار در ساعت شروع میشن. یعنی اگه شما بتونید که یک کار کژوال بگیرید میتونید که ماهیانه یه چیز حدود 3500 تا 5000 تا بعضی موقع اگه ساعت کارتون زیاد باشه داشته باشید. یعنی با یه کار کژوالی که خب خیلی سخت نیست میتونید به درآمد حالا مینیممش 3000 تا حساب بکنید. خب اگه خب شغل خوب در مسیر همون اکسپریانس خودتون رو بتونید بگیرید که تا 6000 تا 7000 تا و گاهن تا 10000 تا هم میتونید داشته باشید. خب کسی میخواست تو این مسیر اقدام بکنه کسی رو نمیتونست پیدا کنه که بهش کمک بکنه یا تجربیاتی رو بهش منتقل کنه. ولی الان واقعا میدونید معدن یه جوری شما معدن طلا میشید برای بچه‌ها دیگه، چون راحت میتونن از شما استفاده کنن تو کوتاه مدت به نتیجه برسن.